برخلاف تمامی انتظارها که سال 2020 میلادی همچون سال سال و آتش بس دانسته می شد، در 3 ماه نخست این سال خشونت ها همچنان ادامه داشتند و قربانی اصلی این خشونت ها غیر نظامیان بودند. چنان که گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 3 ماه نخست سال میلادی 533 غیر نظامی به شمول 150 کودک در افغانستان جان باختند و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش یونما، گروه های مخالف مسلح دولت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان هستند که از این میان سازمان ملل متحد طالبان را مسئول 39%، شاخه داعش خراسان را مسئول 13%، نیروهای دولتی مسئول 21% و نیروهای خارجی را هم مسئول 8% از تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال میلادی در افغانستان دانسته است. در این گزارش آمده است که شمار تلفات غیر نظامیان از سوی طالبان در مقایسه با زمان مشابهان در سال گذشته میلادی افزایش داشته است، چیزی که طالبان آن را رد می کند. خواهش ما از طرف های درگیری است که لطفاً در جایی که کلینیک های سی مسدود هستند او را باز بکنند، باز که با پادرمیانی محسن سفیدا و متنفذین قوم اکثرا باز میشه، اما هنوز هم یک تعداد کلینیک های ما مسدود است. بخاطر که زمان که کلینیک مسدود باشه کی آسیب پذیر میشه؟ بیوزنی وطن، خواهری وطن، طفلی وطن. سازمان ملل متحد از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که خشونت ها را متوقف بسازند، به آتش بس تن دهند و در مبارزه در برابر بیماری کووید 19 به گونه مشترک کار کنند. دواره لوری د جنگ څخه لاس واخلي په سوله باندې کار وکړي، دا د ټولې دنیا خصوصا امریکا باید په دې کې مداخله وکړي، خلیزات مداخله وکړي چې د سولې کوم لوري هغه توافقنامې ته غاړه نه ږدي چې په هغې باندې فشار راوړي. هرچند خشونت ها و تلفات غیر نظامیان در ماه مارچ میلادی افزایش داشتند، اما این گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال پار 29% کاهش داشته است که از سال 2012 میلادی به این سو کمترین آمار بوده است.